কার্বন নিউজ গ্রাউন্ডে জনকো সালাম। তারা অনেকে হেন চীন ও রুশিয়ে চারওয়াকো সারা উইলি দল দা মুশতারেকা নাস্তে দ কলুন কলুন রাপে দেখা দা দ্রেহ ওজনু মুশরান উমুমান বাহরান চার ওজিরা নিয়া দা মিলিয়া নিয়াত মশাবরি নিয়া দদে সাবিয়া কাসান সরকিনি মুখতলিফ মৌজাত মানে খবরে কী খুব দা নাস্তা কে আফগানিস্তান মানে দই বাহসুকো ও আফগানিস্তান কে দই ইকসাদি হামকার ও টুরিজম পৌরান মুশতারক মুবারজি মানে দই বাহসুকো ও দা ইতফাক কুচি বাইদ মুশতারক সারা পদিয়াড়া কারু কি নো দে ও নে তহলিল কে পদে মৌজো সনুর মৌজাত কো বখ পাত শু খবরে কো ও জমঙ্গ মেলমদে দ পান্তুন উস্তাদ খাগলে সৈয়দ মেহদি মানাদি হোমাকে দেনে চি বাস শুরু কো বলে মুখতসর রাপুর গুরু তাকে মিরুস্ত বাস তা বেলকো افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدو ظاهرا د سیمې یو شمېر هیوادونه هم د خپل امنیت خوندیتوب تړاو اندېښمن کړي دي. که څه هم د هیواد په شمال کې د روانو ناامنیو اصلي موخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رسېدل په ګوته کېږي، خو په تازګۍ د هند، چین او روسیې امنیتي چارواکي په نوې ډلې کې راټول شوي او د افغانستان د امنیتي ګواښونو په تړاو یې بحث او خبرې اترې کړي دي. په دغه ناسته کې د ګډونوالو نومونه او موقفونه په مشخص ډول نه دي په ډاګه شوي، خو هندي رسنیو راپور ورکړی چې نوی ډیلی، پیکینګ او مسکو په یوه خلو پریکړه کړې چې د افغانستان په اقتصادي وده او امنیت ټینګښت کې به مرسته کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې پر امنیت او ثبات تاثیر لري. له دې امله درې واړه هیوادونه هڅه کوي تر څو په افغانستان کې له امنیت او ثبات څخه ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو په موخه د سیمې د دغو ځواکمنو هیوادونو په ځانګړي ډول هند، چین او روسیې دلچسپي د څه لپاره او دغه اقدام د څه ښکارندوی کوي؟ د نړیوالو چارو شنونکي وایي له افغانستان څخه هند، روسیې او چین ته متوجه ګواښونه د دې لامل شوي چې دغه هیوادونه د افغانستان د ثبات ټینګښت لپاره راټول او په دې برخه کې ګډې مبارزې ته ورودانګي. له دې وړاندې د دغو مذاکراتو لومړی پړاو په چین کې ترسره شوی و او دا ځل په نوې ډلې کې ترسره شو چې موخه یې په افغانستان کې د شته ګواښونو او ننګولو له منځه وړل په ګوته شوي. د شننکو په اند متحده ایالات د افغانستان د ثبات په تړاو او د سیمې په ځانګړي ډول د چین او روسیې د هر ډول ونډې سره مخالفت لري، خو وایي افغان حکومت باید له دغه فرصت څخه سمه ګټه پورته کړي. هاخوا بیا د افغانستان پخواني ولسمشر له چینایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي امریکا او لویدیز باید له روسیې، هند او چین سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي او دا ستر حد جوړ کړي چې ترهګر په هر ځای کې چې وي په نښه شي او پر وړاندې مبارزه وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو د تفاهم لیک په اړه د هند اندېښنې. د هند استخباراتي ادارو موندلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک د بریتانیا په مرسته او پر افغانستان د یو اړخیز فشار په پایله کې چمتو شوی. هندي چارواکي اندېښنه کوي چې که دا راز په یو تفاهم لیک د ایسای او د افغانستان ملي امنیت ترمنځ لاسلیک شي، دغه چاره به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت هڅې سخت زیانمنې کړي. هندي رسنۍ وړاندوینه کوي چې ممکن د هند صدر اعظم د همدې مسلې پر غبرګون کې انګلستان ته خپل راتلونکی سفر لغوه کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې او د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای ترمنځ د استخباراتي همکاریو په تړاو د تفاهم لیک له افشا کېدو وروسته د دغه تفاهم لیک منفي ابعاد مخ پر پراخېدو دي. هندوستان په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د دغه تفاهم لیک او د تفاهم لیک د اصلي لوبغاړو په تړاو یې خپلې اندېښنې ښودلي. انډیا ټایمز ورسپاڼه وایي د هند استخباراتي ادارو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ملي امنیت او ایسای ترمنځ دغه تفاهم لیک د بریتانیا په منځګړیتوب او پر کابل د لندن د یو اړخیز فشار لاسلیک ته چمتو شوی. د ملي شورا غړي د بریتانیې په منځګړیتوب د سولې په برخه کې د کابل، اسلام آباد او لندن درې اړخیزو ناستو ته په اشارې سره وایي چې په دغو ناستو کې هم تر ډیره هڅه شوې چې پاکستان د ترهګرو د روزلو له امله له شته فشارونو وژغورل شي او له دې لارې د سولې د یو مهم اړخ په توګه پاکستان ته لا ډېر امتیازونه ور په برخه کړي. بریتانیا له دې وړاندې د 2014 کال په اوایلو کې د لندن په چکرز کې د افغانستان، پاکستان او انګلستان په ګډه درې اړخیزه ناسته کې د پاکستان د لوی درستیز او صدراعظم په حضور کې ولسمشر کرزي ته
وړاندیز کړی و چې د سولې تر راتګ وړاندې له اسلام آباد سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي، خو پخواني ولسمشر له ترهګرۍ نه د پاکستان تر لاس اخیستو او سولې وړاندې د دغسې یو تړون لاسلیک کول رد کړي وو. ټاکل شوی دروان کال په وروستیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یو رسمي سفر په ترڅ کې برېټانیا ته لاړ شي، خو د هندي شنونکو باور کدا ثابت شي چې لندن د فشار په پایله کې کابل له اسلام آباد سره د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کولو ته اړ کړی، نو کیدای شي دغه سفر لغوه او یا هم د برېټانیا او هند ترمنځ د اړیکو د پیکه کېدو لامل شي. جناب منازی صاحب تشکر، سلامت باشین که تشریف آوردین و از ما را پذیرفتین. سلامت باشین. خب هفته قبل کشورهای هند و چین و روسیه با هم یک ملاقات داشتن و نشستای سه جانبه از بسیار مدت جریان دارم، موضوعات مختلف با هم صحبت میکنم، لیکن مهمترین موضوع افغانستان است محور ای صحبت ها و دی نشستی که اخیرا صورت گرفت. هر سه کشور اتفاق کردن که با کمک های اقتصادی و مبارزه با توریسم با هم همکاری میکنن. پیش از یک بحثی بس بریم، شانگهای وجود داره، جدا از شانگهای این نشست های سیگانه چرا و چه اهمیتی داره؟ با نام و یاد خدای مهربان با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، کشورهای قدرتمند آسیایی در حال مذاکره و مفاهمه در مورد حوزه پیرامونی خود هستند. اینا نگران یا نگران و دغدغه های در مورد وضعیت در واقع پیرامونی خود داره و هر کدام از اینها تلاش میکنه که به نحوی مسائلی که یا موضوعاتی که یا تهدیداتی که به صورت مشخص اونها رو تهدید میکنه در یک طرح منطقه‌ای او را حل بسازن. روسیه نگرانی را داره که منطقه حوزه نفوذش تحت تأثیر و تحت در واقع تضعیف گسترش ناتو به شرق نره و سال 1997 به این طرف وقتی که ناتو میایه به کوزوو مداخله میکنه و طرف دیگر در سال 2001 وقتی که وارد افغانستان میشه، روسیه نگرانیش بسیار زیاد میشه در مورد حوزه نفوذش. یک موضوع است که روسیه تلاش میکنه که در مفاهمه هایی که در منطقه داره این مسئله را حل بسازه. وقتی که شما به مسئله چین میرین، چین هم به عنوان یک قدرت بزرگ مجبور است که جمعیت 1,500,000,000 خود را سیر بکنه و در سالهای آینده راه‌ها و کوریدورهای اقتصادی و ترانزیتی خود را مسئول نگه داره. برای اساس برنامه های اقتصادی در سوی چین و خصوص طرح‌هایی که گوادر سینکیانگ تازه طرح شده و بحث راه‌های یا راه ابریشمی که از آسیای مرکزی به سمت اروپا میره، اینها طرح‌های اقتصادی چین است که تلاش میکنه مناطق غربی خود را به دریا و به راه‌های ترانزیتی متصل بسازه و سریع خوب بتونه مشکلات خود و مشکلات جمعیت خود را حل بسازه. در سوی دیگه ما هند را داریم که هند هم از یک سو دغدغه امنیتی داره. گروه های تروریستی در کشمیر یک جنجال بسیار زیادی رو برای هندی ها وجود آوردن و هندی ها از این گروه ها به مسابقه یک تهدید بالفعل جدی ابراز نگرانی میکنه. یک موضوع و موضوع دیگه هم طرحهای اقتصادی هند است. هند مجبور است که او جمعیت کثیر خود را در اینجا سیر بکنه و مشکلات اقتصادی خود را حل بده. پس در یک تعبیر کلان، هند به دنبال مسائل اقتصادی امنیتی است، چین مسائل باز هم اقتصادی و مسائل امنیتی که در حال تهدید کردن اوست و روسیه هم بحث گسترش نفوذ و دامنه نفوذ ناتو در منطقه است. همه اینها متاثر از یک عنصر است، او بحث تروریسم. تروریسم بحثی است که تونسته تمامی سه قدرت و سه بازیگر مهم منطقه را تحت تاثیر قرار بدهد و تاثیرگذاری این عنصر باعث میشه که اینها در جلسات سه جانبه کنار همدیگر بشینن، مفاهمه کنن و در مورد منافع و فرصت هایی که در این در واقع تهدید مشترک وجود داره با همدیگر بحث میکنن. قطعا همیشه تهدید
نمیتونه یعنی برای یک کشور یا برای کشورها ضرر بیافرینه. تهدید میتونه یک فرصت هم باشه، به خاطری که وقتی که تهدید جنسش مشترک میشه، تهدید مشترک بستر همکاری میان قدرت ها رو فراهم میسازه و این به صورت استراتژیک اونها رو در یک گروه قرار میده. حالا همه اینها در کنار همدیگر فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای افغانستان به همراه داره که این افغانستان میتونه در یک طرح روشن و مشخص از او دست سر از این صحبت میکنیم، لیکن پیش از اینکه ببینیم اول نکات مشترک، خب عمدتاً محور صحبت از افغانستان بوده در این نشست اخیر، شما اشاره کردین به محور عمدی تهدید تروریسم است، لیکن در عقب تروریسم رقابت‌های اقتصادی و رقابت‌های امنیتی و اهداف استراتژیک قرار داره که اگر از یک طرف هند و چین و روسیه است، جانب دیگه کشورهای غربی و امریکا و پاکستان و کشورهای دیگه شامل است. محور این رقابت‌ها افغانستان است، چون محور صحبت های از این بود و جنگ به اصطلاح در مقابل تروریسم مرکز و جغرافیای جنگ افغانستان است. پس مرکز رقابت ها هم افغانستان است. متاسفانه افغانستان از لحاظ جیوستراتژیک، جیوکالچر و دموپالیتیک در یک نقطه حساس در منطقه قرار دارد. از لحاظ جیوکالچر یا فرهنگی، افغانستان روزگاری به عنوان جبهه جنگ میان اسلامگرایان و کمونیسم بود و حالا جبهه جنگ میان اسلامگرایان و لیبرالیسم شده و یه عامل باعث میشه که جریان‌های اسلامگرا از افغانستان به عنوان یک جبهه از اون نام ببرن و مشروعیت حضور خود را در افغانستان پیدا بکنن و بیاین در افغانستان جنگ بکنن بر علیه جریان لیبرالیسم که امریکا در رأسش است. طرح دوم مسئله جیوستراتژیک است. افغانستان در یک نقطه حساس قرار دارد. در همسایگی با آسیای مرکزی یک حوزه استراتژیک است که امریکا تلاش دارد در اونجا نفوذ پیدا بکنه و این عامل باعث میشه که افغانستان بتونه ظرفیت حضور و یا مرغوبیت و جذابیتی را داشته باشه که امریکا را در اینجا بیاره و این هم یک نقطه رقابت میان قدرت‌های بزرگ در افغانستان شه. همونطور که شما در گذشته روزگاری افغانستان نقطه رقابت انگلستان و شوروی بود، حالا هم به نحوی امریکا تلاش داره که از این حوزه به مسابقه یک حوزه رقابت علیه قدرت‌های آسیایی استفاده کنه و حضور خود را تسهیل بسازه. یک دست دوم و به صورت دموپالیتیک و مردمی، افغانستان یک نقطه است که از لحاظ مردمی پیوندهای عمیقی با قدرت با کشورهای منطقه داره. مردمان شمال ما با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان ارتباط داره، جنوب ما با پاکستان و غرب ما با ایران. از لحاظ مردمی ما یک تکثر مردمی داریم که اینها پیوند عمیقی با کشورهای منطقه داره و این عامل باعث میشه که به نحوی سبب اعمال نفوذ شد. در واقع سه عنصر افغانستان به عنوان یک حوزه رقابت تبدیل کرده و کشورهای و قدرت‌های بزرگ آسیایی هم تلاش میکنه که طرح رقابت و یا طرح همکاری خود را در افغانستان به عنوان یک نقطه حساس بریزن. اونها در طول تقریبا بیش از 10 سال گذشته متوجه بودن که امریکا در این منطقه آمده و تلاش کرده که از یک سو منافع حیاتی خود را در خاک خود حفاظت بکنه و از یک سوی دیگه منافع استراتژیک خود را در منطقه به دست بیاره. هم منافع حیاتی هم منافع استراتژیک. طرح منافع استراتژیک امریکا حساسیت ایجاد کرده برای روسیه و منافع استراتژیک روسیه در آسیای مرکزی و یه عامل باعث میشه که اینها بیاین از فرصت و یا تهدیدی که در افغانستان وجود داره بیاین در یک میز مشترک با همدیگر مفاهمه کنن. بله، یعنی افغانستان محور رقابت های شرق و غرب آنچنان که در طول تاریخ حداقل معاصر 100-200 سال بوده حالا هم ادامه پیدا کنه. این رقابت ها بر افغانستان به اصطلاح نتیجهش بر افغانستان چیست؟ حضور امریکا به خاطر رقابت در افغانستان
آیا مستلزم ثبات و امنیت است و یا ادامه جنگ، و همچنان جلوگیری از تهدیداتی که از این ناحیه چین و روسیه احساس میکنن مستلزم ثبات و امنیت است در افغانستان یا جنگ؟ به عبارت دیگه، جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان در این دو طرف محور، یعنی یک طرف غرب و امریکا و دیگه طرف چین و روسیه و هند، به نفع و به ضرر کیست؟ ببینید، ما بیاییم جنس تهدید را در این منطقه باید مورد مطالعه قرار بدیم. شما در گذشته وقتی که به ادبیات تهدید مراجعه میکردین متوجه میشدین که تهدیدها عمدتاً جنسش دولتی است، دولت ها علیه دولت های دیگر. اما وقتی که وارد منطقه ما میشیم، در اینجا بازیگران فرومیلی و غیر دولتی عملا تهدید زاست، بازیگرانی که بر اساس اصل هویت یا دولت داران یا امتگرایان بی امت یا در واقع خلیفه داران یا امپراتوران یا بگیم که بزرگینی حکومت داران بدون حکومت در اینجا در حال رقابت است. و این عامل یک جریان فروملی است که جریانهای ملی را تهدید میکنه. به یک عبارت کلانتر، در صورتی که کشورهای منطقه بخواهند با همدیگر رقابت بکنن، یا کشورهای منطقه و فرامنطقه چین، روسیه و هند با امریکا اگر بخواهند رقابت بکنن، قطعا تهدید تروریسم گسترش پیدا میکنه. چرا که جنس تهدید فروملیست و رقابت های بازیگران ملی باعث گسترش تهدید بازیگر تروریسم میشه. شما تنها اصلی که در اینجا نفته است ایست که این گروه های رادیکالی که در این منطقه است از رقابت های موجود کشورهای منطقه استفاده میکنه. همونطور که دولت ها از اینها استفاده میکنه برای منافع استراتژیکشان، در یک سناریوهایی گفته میشه که امریکا از گروه های تروریستی در این منطقه استفاده میکنه تا منافع روسیه را در آسیای مرکزی مورد تهدید قرار بده. همونطور که دولت ها از این استفاده میکنن، این گروه ها هم استفاده میکنن و به نفع توان و قوت خود میافزاین. پس بنابراین سناریوی رقابت در این منطقه به ضرر دولت ملت ها در منطقه تمام میشه، و خصوصا افغانستان که محراق رقابت است. پس بنابراین طرح رقابت به مصابه تضعیف دولت ملت در منطقه ما خواهد بود. درست. ابزار رقابت به دست غرب تروریسم است، افراطیت است و جنگ است، بی‌ثباتی است. ابزار رقابت به دست یعنی هند، چین و روسیه در رقابت از چی ابزار میتونن استفاده کنند؟ هند، چین، روسیه نمیتونن رقابت بکنن در این منطقه. هر گونه تلاش اونها برای رقابت در این منطقه به ضرر اونها تمام میشه. تنها طرحی که اگه بگویم که رقابت بالمثل استفاده اونها از پراکسی ها، اگر اونها، چون تهدیدی که در اینجا وجود داره، شما وقتی که به منابع تروریست در منطقه برین، به سینکیانگ، دره فرقانه که در میان قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان است یا چچن، شما متوجه میشین که این گروه های رادیکال در این منطقه به علیه دولت های حاکم در حال کار است و عملا نوعی رقابت را با دولت های حاکم، یعنی روی دست دارن. و یه عمل باعث میشه که اینها چندان نفوذ در میان این گروه ها ندارن. تنها کسی که میتونه نفوذ در میان گروه ها داشته باشه در واقع مخالفین این کشور هاست. بله. به خاطری که ریشه های رادیکالیسم در مناطق اینها وجود داره. بله. و وقتی که ریشه های رادیکالیسم در مناطق وجود داره، خود کشور ها نمیتونن از اون مسابقه یک ابزار استفاده کنن. ابزار به دست کسی دیگه میره. بله. و تنها راهی که در اینجا وجود داره این کشور ها بیاین بر علیه جریان های رادیکال مقابله کنن، طرح همکاریست. شما راه های مقابله با تروریسم و رادیکالیسم اگر در منطقه مراجعه بکنید، تقریبا سه راه متوسطه، سه مکانیزم برای مبارزه با تروریسم در گذشته تجربه شده. راه اول این بود که از تروریسم و رادیکالیسم به مسابقه یک ابزار جهت اهداف سیاسی و استراتژیک استفاده می شد، که پاکستان در کشمیر و در افغانستان علیه شوروی از او استفاده کرد.
راه دوم وقتی که این گروه های رادیکال مثل لشکر طیبه، لشکر جنگوی و سپاه صحابه، همین اینها وقتی که شما در سال 1993 لشکر طیبه یک هدف پاکستانی را مورد هدف قرار داد، پاکستانی ها متوجه شد که ما گروه های را پرورش دادیم که اینها به ضرر خود ما هم تمام شدند. وقتی شما در سال 2001 مشرف طرح مقابله با این گروه ها را مطرح کرد، یک حجم وسیعی از جریان های رادیکال علیه دولت پاکستان برخاست. این به این معناست که راه دوم تعامل با گروه های تروریستی مصالحه بود، طرح مصالحه، هم مصالحه و هم بعدها کمی مبارزه به میان آمد. در مبارزه علیه گروه های تروریستی نوعی ناکامی به وجود آمد. در اینجا طرحی که مطرح است ایست که کشورهای منطقه برای مقابله با این گروه ها نمیتونن به صورت تنهایی عمل بکنن. تنها عمل کردن به معنای ایست که در برخی اوقات باعث میشه که من مجبور هستن که گروه های رادیکال به خاک یک دیگر مدیریت بکنن. مثلا کما این که در گذشته ما از آسیای مرکزی و سینکیانگ و چچن نزدیک به 7 تا 9 هزار تروریست در طول 11-12 سال گذشته 9 هزار تروریست این مناطق به خاک افغانستان آمدن جنگ کردن که بخش از اونها کشته شده و بخش از اونها در پناهگاه های وزیرستان بسر میبرن. و این به این معناست که در گذشته تلاش می شده که این گروه های رادیکال را مدیریت بکنن به خاک های یک دیگر و خود در امان نگاه دارن. و این نگاه ابزاری باعث شده که در شرط فعلی این تروریست ها تا حدی مصروفش اما کاملا مصروف نشد. این رای حل دائمی و بهتر نبوده. پس راه های دیگه جستجو شده. خب افغانستان میدان رقابت است، بظاهر دو رای وجود داره، وسیله ابزاری از تروریسم و پیدا کردن پراکسی ها و یا راه دیگه، مثلا تقویه حکومت افغانستان تا جلوی تروریسم در افغانستان توسط حکومت افغانستان گرفته شد. یک وقفه کوتاه داریم، باز سر بحث میکنیم. یه ولن دادم اگه نورست بسته ایدم.